لکن انتهای همه چیز نزدیک است، پس خردندیش و برای دعا هوشیار باشید و اول همه با یکدیگر به شدت محبت نمایید، زیرا محبت کثرت گناهان را می پوشاند. خواهران و دوستان و هموطنان عزیزم، سلام گرم دوستارتون سارا را بپذیرید. یکی از دوستان رو دیدم که از سفر نپال برگشته بود. به نظر می آمد که خیلی افسرده و غمگینه. از او سوال کردم که او رو چه میشه. برام شرح داد که مملکت نپال یکی از غمگین ترین و فقیرترین مملکته و چون عجله داشت دفتر یادداشتش رو برام گذاشت و گفت هر چی رو که می‌خوای می‌تونی از روی یادداشت‌های من بخونی. اینطور نوشته بود: روز یک شنبه 29 حرکت کردیم و روز 31 به کتمندو پایتخت نپال رسیدیم. وقتی به کتمندو پایتخت نپال رسیدیم، برامون گفته بودن که این نپالی‌ها خداپرست نیستن. اونا یا بودایی و یا هندو هستن و دارای خدایان به شماری هستن. وقتی که به شهر رسیدیم، گاوهای بسیاری رو در خیابانها دیدیم که سر چهارراه‌ها و یا در خیابانهای اصلی راه میرن و کسی جرأت دست زدن به اونها رو نداره، چون جرمه و اون گاوها بسیار مقدس هستن. مردم بسیار فقیر، صورتهای اونا بسیار گرفته و غم‌انگیز به نظر می آمد. به کلیسایی رسیدیم که خیلی با روی باز از ما استقبال کردند. این اشخاص هم از اهالی نپال بودن، ولی روحیه اونا با اشخاص دیگه فرق می کرد. اونا خوشحال و بعد سرحال به نظر می رسیدن. روز بعد از اونا خواستیم که شهر را به ما نشون بدن. تمام شهر پر از آشغال بود و بوی تعفن شدیدی می آمد. ما به کلیسا برگشتیم و آماده خدمت شدیم. حدود 200 نفر از بچه ها که از پرورشگاه های اطراف اومده بودن به کلیسا اومدن. ما فکر کردیم که همه اونا دارای پدر و مادر نیستن. متاسفانه در اون مملکت به قدر فقر زیاده که پدر و مادرها بچه های کوچیکشون رو به دست پرورشگاه ها میسپارن که شاید اونا از گرسنگی نمیرن و اینطور که میگفتن در سال حدود چندین هزار بچه در اثر گرسنگی و سرما تلف میشن. واقعا غم انگیزه. ایمانداران مکانهایی رو درست کرده بودن که بتونن از بچه ها نگهداری کنن. در یکی از خونه ها یک دختر کوچکی بود به نام سونیتا. وقتی که چشم من به اون بچه خورد، اشکام سرازیر شد. در زمانی که این دختر یک بچه 2 ساله بود، پدر او که یک بودایی بود شب به منزل آمد و با زنش منازعه کرد چون الکل بسیار نوشیده بود. بچه را در حال مستی در آتش پرتاب کرد. این بچه 2 سال بیشتر نداشت. بیشتر اعضای بدنش سوخت. انگشت‌هاش از بین رفت و مادرش او را به پرورشگاه آورد. و روزی که میخواست سونیتا رو از خودش جدا کنه، این بچه به دامان مادرش چسبیده بود و التماس میکرده که او رو در پرورشگاه تنها نگذاره، ولی مادر مجبور بوده که این بچه رو ترک کنه. این بچه حدود 4-5 سال داشت که در اون پرورشگاه زندگی میکرد. چشمهای غمگین داشت. وقتی که او رو صدا کردم که به طرف من بیاد، از روی اجبار اومد، چون دید که من یک غریبه هستم. از من ترسیده بود، به من اعتماد نداشت. او را در روی زانوهایم نشاندم و نوازش کردم. از محبت من خوشش نمی آمد، ولی فکر کرد که چاره ای نداره و مجبوره که من رو تحمل کنه. از توی کیفم شکلات در آوردم و به او دادم. او یواشکی بدون اینکه بچه‌های دیگه بفهمن شکلات رو برید. متوجه شدم که این بچه چقدر گرسنه است. دومین شکلات رو به او دادم. دومین رو هم برید. آب نبات و بیسکویت رو می‌برید. واقعا گرسنه بود. از دوستان دیگه خوراکی گرفتم به او دادم. به نظر می آمد که سیر نمیشه. همینطوری شیرینی ها رو می خورد. یک مرتبه ترسید و به زبان نپالی گفت: مادر مادر. پرسیدم چه می گوید؟ گفتن می گوید اگر مادر بفهمد. از مادر خیلی می ترسید، چون مادر می گوید که چرا خوراکی خوردم. گفتم بگویید از چیزی نترسد، چون من اینجا هستم و اجازه نمی دم کسی او را آزار برساند. روز بعد برای او یک کیسه خوراکی بردم و جالب اینجا بود که دوست داشت کارهاش رو خودش انجام بده. یک دست بیشتر نداشت. فرم انگشتاش تغییر کرده. تمام صورتش و بدنش تا روی زانوهاش سوخته بود. چشمای او درشت و قشنگ بودن که می توانست با آن چشما صحبت کند که دل مرا آتش می زد و قلب مرا گرم می کرد. او هر روز با یک دست لباس بود که مطمئناً با آن میخوابید و میخورد و زندگی میکرد. برای او لباس بردم و مادر آن منزل لباسها را روز بعد به او پوشانیده بود. او را برای کلیسا مرتب کرده بود.
برای اولین بار او در برنامه بچه‌ها شرکت کرده بود و سرود می‌خواند. یکی از خانم‌هایی که با ما بود به آنها سرود خواندن یاد می‌داد. این بچه تمام کلمات و تمام حرکات را در عرض 3 روز یاد گرفته بود و با خوشحالی تمام می‌خواند و می‌رقصید. از بچه‌های دیگه ترس نداشت. بعد از کلیسا به اتفاق همگی به معبد بودایی‌ها رفتیم. از نظر معماری بسیار قشنگ بود. روی هر گنبدی رو چندین جفت چشم کشیده بودند. سوال کردم که این چشم ها چه معانی دارد؟ در جواب گفتند در هر شرایطی که باشند بودا مراقب رفتار و کردار آنهاست. اگر کار خوب بکنن به بهش می روند. کمی آن طرفتر مکان و محل مانکا بود که آنها رهبران مذهبی هستند. یکی از یکی دیگر فربه‌تر و چاق‌تر بود. که یکی از دوستان پرسید که چرا رهبران مذهبی همیشه چاق و چله هستن. درستم میگفت. تمام مردمی رو که ما دیدیم همه لاغر و ضعیف و نحیف بودن به غیر از رهبران مذهبی. سراشون رو تراشیده بودن و یک ملافه قرمز رنگ به دور خودشون پیچیده بودن. در یک گوشه یک مرد یک مقدار گل، آب، روغن و شمع و برنج و رنگ گذاشته بود. مردم به طرف اون شخص می رفتن و می خواستن که برای آنها دعا کند و روح اونا رو به وسیله اون رنگ قرمز پاک کنه. کمی در آنجا ایستادیم ولی از بوی عود و عنبر سردرد گرفتیم. ولی در این حال دوست داشتم ببینم که چه میشه. باری یک مردی رفت از آن رنگ های قرمز و زرد به سر او مالیدن و بعد از جایش حرکت کرد و به طرف یک اتاق کوچکی رفت که آنجا هم یک معبد دیگری بود. زنگی را به صدا درآورد. پرسیدیم که معنی آن زنگ چیست؟ گفتند که به وسیله این زنگ بودا صدای آنها را می شنود و جواب آنها را می دهد. به غیر از مانک ها که خوشحال بودند و شاید هم در اثر خوردن غذای زیاد بود کسی را خوشحال ندیدیم. آن مکان واقعا بسیار تاریک بود با اینکه ساعت 2 بعد از ظهر بود و آفتاب بسیار زیبایی بود ولی آن معبد بسیار تاریک به نظر می آمد. از معبد بودایی ها به معبد هندی ها رفتیم. بوی دود می آمد. کمی که نزدیکتر شدیم متوجه شدیم که جسد یک مرده را می سوزنند و خاکستر او را در رودخانه می ریزند. متاسفانه در اون رودخانه هم شستشو می کردن و هم از آن آب می خوردن. بدن همه ما را یک سرمای عجیبی در گرفت. اون مکان هم بسیار سرد و تاریک بود. همه ما با قیافه های در هم به منزل برگشتیم. روز بعد در کلیسا با 800 نفر از مردم دست ستایش را به طرف عیسی برداشتیم و با خودمون میگفتیم که در این قرن چه اشخاص نادانی پیدا میشن که بودا و یا خدایان دیگر را ستایش میکنن. آیا این اشخاص کور و کر هستن و نمیتونن ببینن که زندگی اونا به دست بودا نیست؟ هر باری بعد از دیدن سونیتا وقتی که به منزل میرسیدم اشک ریزان از خدا سوال میکردم که خدایا چرا من رو انتخاب کردی؟ این مدت کوتاه برای یک بچه کافی نیست و خدای من چی کار میتونم برای این بچه انجام بدم؟ چندین روز من خدا رو سوال پیش کردم. از اطرافیانم سوال میکردم. آیا من کار درستی رو انجام میدم؟ این مدت کوتاهه. یکی از دوستان این آیه را به من داد و گفت که عیسی بچه های کوچک رو دوست میداشت. و کتاب مقدس این طور گفته. آنگاه چند بچه را نزد او آوردند تا دستهای خود را بر ایشان نهاده دعا کند. اما شاگردان ایشان را نهیب دادند. عیسی گفت بچه های کوچک را بگذارید و از آمدن نزد من ایشان را منع مکنید. زیرا ملکوت آسمان از مثل این هاست و دستهای خود را بر ایشان گذارده از آنجا روانه شد. در جواب سوالهای من گفتند عیسی تو را از میان این همه زن انتخاب کرده که این بچه و بچه های دیگر را محبت کنی. به اونا امید بدی که محبت از بین نرفته و نمرده. چون این همون چیزیه که عیسی میخواد و آیه دیگه از این قراره. به همین جهت کمال سعی نموده در ایام خود فضیلت پیدا نمایید و در فضیلت علم و در علم عفت و در عفت صبر و در صبر دینداری و در دینداری محبت برادران و در محبت برادران محبت را. زیرا هرگاه اینها در شهادت یافت شود و بیفزایید شما را نمی گذارد که در معرفت خداوند ما عیسی مسیح کاهل یا بی ثمر بوده باشید. زیرا هر که اینها را ندارد کور و کوتاه نظر است و تطهیر گناهان گذشته خود را فراموش کرده است. خب عزیزان من امیدوارم که روز خوب و پربرکتی رو در پیش داشته باشید. تا
تا برنامه آینده شما را به دست خدا می سپارم و خدا نگهدار. امیدواریم این برنامه باعث تشویق و بنای زندگی شما عزیزان شده باشد. شما می توانید از طریق شماره واتساپ 2031-638-98-98-98 تکرار می کنم 2031-638-98-98-98 و همینطور ایمیل آدرس wrpersian@gmail.com با ما در تماس باشید. خوشحال می شویم نظرات، پیشنهادات و همینطور سوالات خودتان را در مورد این برنامه با ما در میان بگذارید. خدا محبت منجی جهانم، خدا محبت رهنمایم، پس باید سرایم خدایم نیکوست، خدایم نیکوست، دوستم دارم. بسته بودم در قید اسارت، بسته بودم در قید گناه، پس باید سرایم خدایم نیکوست، خدایم نیکوست، دوستم دارم. خدای پدر او را فرستاد، مسیحا آمد نجاتم داد، پس باید سرایم خدایم نیکوست، خدایم نیکوست، دوستم دارم. عیسای محبوب جانش فدیه داد، از هر گناهی کردم آزاد، پس باید سرایم خدایم نیکوست، خدایم نیکوست، دوستم دارم. تمجیدت کنم مهر ابدی، تنها معبود قلبم تویی، پس باید سرایم خدایم نیکوست، خدایم نیکوست، دوستم دارم.